سلام دوستان وقتتون به خیر و شه یک خبر در روزهای گذشته در رسانه ها منتشر شده این خبر رو ساده نمیشه از کنارش گذشت نکاتی رو داره مطرح میکنه در خصوص منطقه ما که این نکات معنادار هست من اگر بخوام ساده خدمت شما عرض کنم خبر داره این پیام رو منتقل میکنه که یک تقسیم کاری در منطقه صورت گرفته یک طرف فرانسه یک طرف آمریکا یک طرف انگلستان یک طرف رژیم صهیونیستی یه جاهای یک رگه های از رفتارهای سوئد و همچنین بلژیک همه ی اینها داره تلاش میکنه که این منطقه رو بسام تجزیه هدایت بکنه این اتفاق نیست توهم نیست و سرویس اطلاعاتی ای اینها به شکل ویژه پشت هستن من اسم سوئد رو اشاره کردم به خاطر اینکه بخشی از گروه های تجزیه طلب در جنوب غربی کشور ما به نوعی رفتارهاشون رو در بستر این کشور دارن انجام میدن یعنی اصلا انگار انگار که این حاکمیت مشکل این مسئله داره یه جاهایی حتی کارهایی که انجام میدن کارهایی است که اگر در هر کشوری رخ بده سرویس اطلاعاتی وادار به واکنش میشه ولی واکنش شما از سوی این کشور رو نمیبینی میخوام بررسی بکنم اون چیزی که اخیرا اتفاق افتاده یک خبر مشابه در رسانه منتشر شده این خبر اشاره کرده به اینکه یک هیئت از وزارت خارجه کشور بلژیک به منطقه ما اومده به سوریه رفته با کردهای سوریه دیدار داشته و در دیداری که انجام داده به طور رسمی اعلام کرده که دولت بلژیک از خود مختاری کردهای سوریه و تشکیل چیزی شبیه به اون چیزی که کورت ها در عراق دارن حمایت خواهد کرد. اجازه بدید متن خبر رو هم بخونیم بعد نکات مهمی هست که خدمت شما ارسام کرد. در متن خبر به این اشاره شده که نماینده بلژیک در این دیدار گفته است که کشورش از امنیت و اقتصاد برای برقراری ثبات در سوریه به ویژه شمال و شمال شرق سوریه حمایت خواهد کرد. بلژیک تلاش خواهد کرد تا اداره مختاری را به رسمیت بشناسد. بعد در ادامه خبر به این اشاره شده که در طول سالهای گذشته این کشور تلاشهایی رو در جهت حمایت از خود مختاری کورت های سوریه انجام داده دیدارهایی هم با اینها داشته یعنی برای اولین بار که اتفاق میفته حضور میدانی در این قضیه دارن ببین رگه های از همین رفتار رو شما داری در منطقه معصوی فرانسوی ها سهیونیس ها انگلیسی ها آمریکایی ها و دیگر گروه ها مشاهده میکنید من اول یه نکته در خصوصه کورت های سوریه خدمت شما عرض کنم اون چیزی که ما در طول این سال ها از کورت های سوریه دیدیم این بوده آمریکا در منطقه ما به یک پیاده نظام نیاز داشته تلاش کرده از یک گروه استفاده بکنه که این گروه بتونه در مقابل نیروهای مقاومت برای شیفای نقش بکنه ماجرا کاملا برعکس شده کورت ها اینجا تبدیل شدن به یک بازیچه یعنی آمریکا از اینها به عنوان یک بازیچه استفاده کرده که هر کجایی هم در توانش بوده ازشون سوء استفاده کرده این بازیچه یک جای جلو اومده در مقابل ترکیه بر سرش معامله کردن سرش کلا گذاشتن بهش خیانت کردن حالا اعلام کردن که میخوان بهش کمک بکنن که خود مختاری خودش رو در شمال سوریه در نقاطی از سوریه اعلام بکنه ببین من ماجرا رو ساده میکنم دو تا احتمال میشه در خصوص در نظر گرفت شما احتمالا بهتر از من میدونید که صهیونیست‌ها به شدت از خود مختاری کردها و تشکیل یک اقلیم کرد در این منطقه حمایت کردن و این ماجرا مربوط به نیست خیلی وقت کارهایی از این دست رو انجام میشه و در پوشش حمایت از اقلیم کردستان عراق توی خود عراق سیونس زمین های رو خریدن بعضی از زیارتگاه ها که مربوط به پیامبران هست و اینا رو اینا رفتن تلاش کردن خریداری بکنن زمینش رو این یه چیز عجیب غریبیه این چیز نکاتی که خدمت شما عرض متاسفانه نکاتی حیرت است که اتفاق افتاده ببین سادهش اگر بخوام بگم دو تا حالت میشه نظر گرفت یکی اینا دارن به این فکر میکنن که کورد کردستان عراق در مقابل خودشون داشته باشن در کنار خودشون بعد یک گروه دیگری رو هم داشته باشن اگر این کورت ها خواستن آسیب پذیر بشن یا اگر خواستن درد سرساز بشن یا اگر خواستن در زمین کس دیگری بازی کنن در زمین مثلا یک کسی به غیر از آمریکا بازیو کنن از ظرفیت کورت های سوریه برای به چالش کشیدن یعنی اینها استفاده بکنن یکی از احتمالات میتونه این باشه یه احتمال دیگه میتونه وجود داشته باشه و اون احتمال این باشه که اینا دارن به خودشون میگن که ما کشور کردی به وجود بیاریم منطقه رو می‌خوایم تجزیه کنیم دیگه اگه الان بیایم اعلام کنیم که کردهای سوریه بپیوندن به های اراق اولا خودشون روحیهاشون رهبرانشون با هم همخوانی نداره دوما فضا برای پذیرشش در منطقه آماده نیست سوم برخورد بسیار سختی از سوی ملت ها و کشورهای منطقه با اینها خواهد شد بهتر اینه که روی مستقل ماندن اقلیم کردستان عراق کار بکنیم نفوذ خودمون اونجا بیشتر بکنیم و سعی کنیم به عنوان یک قرارگاه بهش بکنیم همینطور که آمریکا و انگلیس الان بخش قابل از توان تز... نظامی خودشون اونجا بردن بعد روی استقلال کردهای سوریه هم کار بکنیم بعدن که بستر فراهم شد اینها رو به سمت تشکیل یک حکومت خود مختار هماهنگ هدایت بکنیم فهمید شو یعنی گام بعدی اینها اتفاقا میتونه این هم باشه که یک کشور جدیدی به نام کردستان از سوریه تا عراق به شکل ویژه تری در منطقه پیش روی ملت ها قرار بگیره ببین داستانی که دارم خدمت شما عرض کنم دقیقاً داستان تجزیه است با این نگاه که خب تو کشور کردی داری یک کشور ببخشید کشور ترکی داری یه کشور کردی هم داشته باش بد نیستش که قشنگه یه کشور عرب هم تو منطقه داشته باشی توی عراق خوبه یه دونه این شکلی وجود بیاد بعد توی ایران هم این همه زیر یه پرچم که خوب نیستش که این کشور باید چند تا تیکه بشه اون قسمت کردش میتونن یه دونه باشن مثلا اون قسمت عرباش هم همینطور میتونن یه دونه باشن بعد این بلوچاش با بلوچای پاکستان همخوانی ندارن نمیخواید با هم مشترک کار بکنید خب میخواید دیگه پس شما هم جدا بشه اون وسط یه تیکه ای مثلا بشه فارسا ببین ماجرا خیلی خوشمندانه است یعنی از هر زاویه که نگاه میکنی و هر کدوم از جماعت حامی تجزیه طلبی در کشور خود و منطقه رو یه سرویس اطلاعاتی پشتشه سرویس اطلاعاتی که دوست داری منطقه رو بسن تجزیه یه سوال اول میخوام بپرسم بعد بحث خودم رو میخوام با چند تا نکته ادامه بدم ببین سوال اصلی من اینه اگه ما الان با یک جعبه شیرینی و یک دسته گل بلنشیم بریم بلژیک بعد مثلا بگیم که خب به نمایندگی از وزارت خارجه ایران اومدیم اونجا یه شهری هست ما میخوایم از اون شهر از خود مختاری حمایت بکنیم پول و بودجه و تسلیحات هم میاریم که خود مختار بشه واکنش بلژیک چیه واکنش اروپا چیه واکنش آمریکا چیه برخورد سخت با ما صورت خواهد گرفت یا نه نماینده که میفرستیم اونجا توبی خواهد شد یا نه یا ولش میکنن همینجوری مسیر خودش بیاد اینو تهدید میپندارن یا نه این تهدید میپندارن در هر کجای دنیا رخ بده یک تهدیده ولی برای ما نه اونا زمانی که ما نگاه میکنن خودشون رو حق مسلم میدونن برای ما باورن که اتفاقا باید بریم مدیریت بکنیم منطقه بسیم تجزیه بره که شهرهای کوچولو 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 که با هر کدوم بتونیم اون یکی رو مدیریت بکنیم برای خودمون هم نتونن شاخ بشن همون که باشن که از توانشون برای تحلیل دادن توان اون یکی استفاده بشه بعد ما میایم و باشون صحبت میکنیم این نفت آشغال تو ببین من به نفت نیاز ندارم نگاه نکن مردم دارن داد میزنن میگن بنزین نداریم فر من به نفت تو نیاز ندارم برای رضای خدا میخوام بخرم بر نفت حاکم میشیم بر انرژیش حاکم میشیم بر منطقه حاکم میشیم و همشون هم احساس میکنن که ما در کنار اونهایم چون کوچولو کوچولوهایی هستن که برای دعوا با هم دیگه ما نیاز دارن این بازی خیلی هوشمندانه است اون چیزی که رخ میده خیلی هوشمندانه است در حوزه رسانه‌ای هم داره پیش میره شما یک رسانه‌ای رو نگاه می‌کنید سود, سود اینترنشنال تلویزیون نیابتی گروهک منافقی که رسما داره تجزیه طلبی رو تقویت میکنه خب این اتفاقی نمیتونه باشه دیگه این چیزی که در منطقه داریم میبینیم یعنی یک جهان غربی ما رو یک تهدید تلقی کرده و منطقه ما رو یک تهدید تلقی کرده و ثروتی رو زیر پای ما میبینه برای این که بتونه بر ما سیطره داشته باشه به این بازی نیاز داره یک سپر دفاعی هم میخواد برای چه کسی سگ نگهبانی که در منطقه گذاشته برای اسرائیل سپره سپر دفاعی میخواد یه چند تا اسرائیل دیگه داشته باشم بعد نیست یه دونه اسرائیل دارم یه دونه کردایی داشته باشم یه دونه ترکایی داشته باشم یه دونه عربایی داشته باشم چه اشکالی داره اینا هم بیان در کنار هم واسن و با اینکه فشار از روی منم برداشته میشه حالا منطقه متمرکز میشه بر کسان دیگر و گروهای دیگر و این بازی که داره علیه ما صورت میگیره داره تلاش میکنه که یک نقطه قوتی که ما داریم رو به یک م... چجوری بگم به یک نقطه ضعف تبدیل بکنه من صادق خدمت شما عرض بکنم این تنوعی که شما در ایران دارید میبینید در بین اقوام ایران و این رنگارنگ بودن اقوام ایران بزرگترین نقطه قوتی که ایران داره و بزرگترین نقطه قوتی که هیچ کس در دنیا مشابه ما نداره همینو دارن تبدیل میکنن به نقطه ضعف ساده ترش کنم برای شما شما یک کشوری هستی که مردمت اقوام مشترکی رو با نگاه فرهنگی و داشته های فکری مختلف زیر یک پرچم دارن دور هم جمع شدن اینها درسته تو با هماهنگی همه, همه اینها کشورها رو حفظ کردی خونهای اینها در جنگ تحمیلی در 8 سال حمله دشمنانت دو به کشورت برای حفظ وطنه در هم آمیخته با کمک اینها داری کارهایی رو انجام میدی مدیریت کردی این کشورها رو و همه هم در کارم استشون خوبه حس تبعیض بین اینها دیده نمیشه مگر اونجایی که رسانه هایی دارن تلاش میکنن فضا رو به سمت ببرن بستر رو به سمتی ببرن و فضا رو طوری ملتهب بکنن که از زمانش تجزیه طلبی در بیاد کلیتش کلیت واضحیه دیگه درسته چیزایی که دارم میگم تو با این استعدادی که داری تو با این داشتی که داری تو با این چیزی که از کشور خود تمرینش کردی حالا یاد گرفتی وقتی به ملت های دیگه رسیدی با اقوام خودت بلدی صحبت کنی با مردم خودت با نگاه های مختلف با آداب مختلف لحجه های مختلف زبان های مختلف بلدی صحبت بکنی حالا وقتی به کشورهای دیگه میرسی به ملت های دیگه میرسی با اونها هم بلدی که چطور هماهنگ بشی و چطور بازی سازی بکنی حرف من خیلی ممکن چیپ به نظر برسه درسته حقیقت میدان ولی نگاه بکنی میبینی که اصلا درسته یعنی زمانی که ایران وارد شده آمریکا بلند شده رفته پیاده نظامی به نام کورتال رو خوش قرار داده به اهدافش نرسیده ولی ایران بلند شده رفته با رفیقای خودش صحبت کرده با افغانستانی ها با عربا با با کشورها و گروه های دیگه همشون رو تونسته هماهنگ بکنه در کنار هم چرا چون اینو من قبلا تستش کردم این اصلا مدل خودمه این نقطه قوت منه زیر پرچم قبلا تست کردم ببین این چیزی که داریم میبینیم نشون میده که یک کشوری هست اینجا میتونه تمدن سازی بکنه میتونه ملت سازی بکنه میتونه انسانهایی رو در کنار هم قرار بده میتونه تا خود حیات خلوت آمریکا بره اونجا رفیق پیدا بکنه و از ظرفیتش برای تجارت استفاده بکنه تا اقتصاد خودش رو قوی بکنه خب من چیکار بکنم که این نقطه قوت رو ازش بگیرم این نقطه قوتی که نه آمریکا داره نه روسیه داره نه چین بهترین کار این هست که فضا رو به سمتی ببرم که او در منطقه خودش غرق بشه غرق چه چیزی غرق این که هی نقشه رو نگاه بکنه بگه اینجا کورتا میخوان یه بحرانی درست بکنن اسرائیل پشتشه اونجا عربو دارن یه کاری میکنن باید کمک بکنن بحران نشه اینجا فلان دارن کار میکنه ببین کشاره داره درگیر خودش میشه بعد همزمانی که درگیر منطقه اش هست من باید یک فضای رو وجود بیارم که صدای تزی طلبی در, در درون کشور خودش بلند بشه اونجا دیگه از منطقه هم غافل بشه بیا درگیر خودش بشه به طور کامل و بعد دیگه مدیریتش میکنم فکر میکنم اون چیزی که داریم از صحبت کنیم خیلی واضحه خیلی ادامهش نمیخوام بدم این بازی که این روسا، بلژیکی ها فرانسوی ها و دیگرانی در منطقه ای ما دارن انجام میدن بازی بازی بسیار کثیفیه خیلی واضح و بدیهیه که میخواد منطقه ای ما رو به سمت تجزیه بره و نباید ساده است که آن چیزی که میبینی بگذاریم من نکته دیگه ندارم جز این که در این منطقه با این شرایط همه ای ما ببین فقط مسئولی نیست چون من برایشون گفتم نباید بگذاریم خب چجوری داستان تعریف کردی چجوری همه همه ما از مسئولین بگیریم تا برسیم به هر کسی که یک جمع مخاطبی داره میتونه یه صفحه باشه میتونه یه پیج باشه میتونه یه کانال یوتیوب باشه میتونه یه سلبریتی باشه میتونه یه کاربر ساده باشه همه ما همه ما باید تلاش کنیم در همچین منطقه ای به هر شکلی که بلدیم منطقه به سمت همدلی هدایت بشه این نکته اول نکته دوم یه معموریتی هست اگر کورت های ما انجام بدن اگر ترک های ما انجام بدن اگر عرب های ما انجام بدن این عزیزانی که در مرزهای خودمون داریم اگر به تو انجام بدن یک معجزه برای ایران رقم میخوره ببین شما تلاش بکنید یه زبون مشترکی پیدا بکنید با اونایی که همزبون شما اونور مرزه چرا ما همواره از سوی اونها داریم تهدید میشیم یعنی یه سرویس اطلاعاتی رفته پشت اونها و رسانه هم به اونها داره که اونها تزیه تو ایران رواج بدن چرا من نتونستم از زبون مشترکم استفاده بکنم برای اینکه اونها رو تحت تاثیر خودم قرار بدم یعنی من هیچ داشته ندارم یعنی من چیزی ندارم که برای اونها توضیح بدم که اونها بفهمن از این بابت یک ایران جذابی است که میشه بهش اعتماد کرد قطعاً وجود داره ببین ما از توان خودمون غافلیم ما هر کجا رو نگاه میکنیم از توان خودمون غافلیم تا یک ماه پیش قبل از همین اتفاقات گردشگری با پررویی تمام میخوام اینو انقدر بگم که بالاخره قانع بشید بهش فکر قبل از این اتفاقات گردشگری اگر میشستیم صحبت میکردیم میگفتیم سرمایه گذاری کنیم روی گردشگری ایران احتمالا همه میگفتن که نمیشه ما محدودیت خیلی زیاد داریم ما مثلا یه سری محدودیت های پوششی داریم یه سری محدودیت های خوراکی یه سری محدودیت دیگه توریست میاد اینجا راحت نیست آقا تو همین محدودیت که داریم میگی دو میلیون توریست داشتی تو همین سال گذشته گردن خیلی عجیب و غریبی به اقتصاد که کمک ببین همش قافلیم از داشته خود اون قافلیم تو ورزش شما نگاه ما همیشه تهدید ماجرای ورزش رو یعنی نمیفهمم که آقا این فوتبالی که داری یه مهدی تارمی میتونه بفرسته اونجا و مهدی تارمی یه کاری بکنه رو سکو همه ایران فریاد بزنن دو تا مربی میتونی داشته باشی تو همین ورزشی که خیلی ها میگن مربی باید بریم خارج بریم فلان بیاریم بیسار بکنیم اصلا امیدی ندارن به اینکه یه مربی ایرانی پیدا بشه تو فوتبالش کاری برای مملکت بکنه حالا رو درست و غلط بودنش میشه بعدم بحث الان بحثی نیست تو این مملکت دو تا مربی ورزشی فلسطینی عراق اونجا بنده های خدا حسشون خیلی مثبت شده به کاری که اینو کردن چون انصافا حرکتشون هم از زندگیشون زدن از وقت و زدن و اینکه اتفاقات خوبی رو در فوتسال کشور رقم زدن توی عراق ما از این غافلیم ما از کاری که روزی و ازش میتونیم انجام بدیم از سینمامون که کلا غافلیم اصلا دست ما نیست سینمای ما تو جشنواره کم میره علیه ما صحبت میکنه یعنی اونقدر که این علیه ما سیاه نمای کرد بمباران تاسیسات هست ایران توسط فیلم تام کروز اثر علیه ما نداشته بازی بازی کسیفی دیگه ببین چیزی که میخوام بگم اینه داشته هایی داریم تک تک اینها رو یا ولش کردیم یا ازش قافلیم یا به عنوان تهدید داریم بهش نگاه میکنیم از ظرفیت اینها میشه استفاده کرد اون رفقایی که دارن حرف من رو گوش میرن در استانهای مرزی کشور هستن در استانهای غربی شمال،, شمال،, غربی در استانهای جنوب غربی آقا به این حرف من فکر بکن رفیق هیچ کس قرار نیست به تو کمک بکنه این رو محققش بکنی هیچ سرویس اطلاعاتی پشت دستت نمیاد هیچ کس تو کشور به تو بودجه نمیده خودت برو به این حرفی که من دارم میگم فکر بکن تو چطور میتونی یه زبون مشترکی بین خودت و اونی که اونور مرزه پیدا بکنی بعد حقایق کشور من رو برای اون بگی که اون اسمش مثبت میشه میشه یا نمیشه مطمئن باشه همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته چطوری میشه این کاره که برید بهش فکر بکنید ما باید این کار رو خودمون بزنیم منتظر کسی نباید باشیم باید استارت این کار رو خودمون بزنیم نکته دیگه ندارم اگر استرس کردین نکته ای هست حتما توی پیام ها برای من بفرستین دوستان پیام های خیلی متنوعی برای این ویدیو آماده کرده بودم هی hey, میخوام خودم رو موظف کنم که توی تایم خاصی ویدیو رو ببندم ببخشید دوچاره یه حالت وسواس شدم این نمیدونم چرا هرچند کامنت ها خیلی جذاب بخونم همینجوری باید بریم حداقل 4 5 دقیقه کامنت بخونیم به خاطر همین اینجا این ویدیو رو متوقف میکنم تا بالاخره بتونیم به این محدودیت به این زمانی که میخوایم روایتش بکنیم متحد بمونیم اگر نکته داشتین برای من بفرستید وقتتون بخیر